درود محمد تماسبی هستم در این قسمت از گرداتش سینا رو مهمون داریم و این قسمت بعد از مصاحبه اصلی ضبط شده و برای ارائه توضیح کوتاه است توی این مصاحبه ای که داشتیم هر چیزی که ممکن بود دچار مشکل بشه شد مثلا توی این مدتی که حالا با پادکست و اینها تجربه داشتم خیلی قلقهای تنظیم میکروفون دستم اومده و خیلی اشتباهات انجام شده قبلا و فکر میکردم که همه این اشتباهات رو میتونم جلوگیری بکنم اما یه ایرادی پیش اومد این سری که تا نمیدونم که چجوری میشه به صورت دائمی حلش کرد این بود که توی مصاحبه زومی که انجام میدادیم با وجودی که همه تنظیمات درست بود این میکروفون ها اصلی که الان داره صدای من رو ضبط میکنه صدای من رو ضبط نمیکرد و مجبور شدم از یک میکروفون کم کیفیت تر استفاده بکنم پس یه افت کیفیت کلی در صدای خودم هست و همچنین همون تاریخ اتفاقی ما یه چند تا همسایه داشتیم که اومده بودن اساس کشی داشتن میکردن هم خونه یه جدید در واقع و یه اختلال رو توی موده میجاد کرد و به خاطر همین من وسط های این مصاحبه ارتباط هم رو از دست دادم و مجبور شدم از اینترنت گوشی استفاده بکنم که به مراتب ضعیفتر بود و این باعث شد که مجبور بشم بعد از یه مدت تصویر خودم رو قطع کنم بعد از یه مدت مجبور شدم تصویر سینا رو هم قطع بکنم و یه چیز خنده دارم که رخ میده حالا این برای کسایی که بیننده پادکست هستن بیشتر مطرح هست یه عکس پروفایل دارم توی زومم که اصلا من نمیدونستم عکس پروفایلم این هست یه وقتی که اومدم ویدیو رو قطع کردم دیدم اون عکس پروفایل اومد که آمادگیشو نداشتم اون عکس به عنوان عکس پروفایل پروفایل من که یه بیاد یعنی <تصحنت> اون لباسی که اونجا دارم خیلی با لباسی که توی خونه داشتم و کلا اون فضای مصاحبه تفاوت داشت و تضاد داشت. تفاوت حالا واژه بهتری است. و خب اینم یه اتفاق خندهداری بود که افتاد. البته aksasi نه اکس با آب روی بود که آخر کار اومد. و آخرها یکم صدا بریده شد و امید این که با توجه به بافتار یا کانتکست بتونین اون مفهوم اصلی حرفهای پایانی سینا رو بگیرید که البته حالا این چیزی که میگم روی کیفیت کلی صحبتاش تأثیری نذاشت و اون تیک های آخر رو راحت میتونید متوجه بشید فقط یه جمله هایی یه سری کلماتی رو کلماتی حذف شده که یه مقدار ممکنه دریافت معنی رو دشوار بکنه که امید است که با رجوع به بافتار بتونید اونها رو بازسازی بکنید خیلی ممنون از توجهتون و دیگه وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم میپردازیم به مصاحبه اصلی درود به همراهان گرد آتش امروز دوباره در خدمت سینا هستیم بنیانگذار صفحه مدرسه بیت کوین و همچنین پادکست بیت که هم به فارسی و هم به انگلیسی مطلب میذاره امروز یه مصاحبه ای داریم که نقطه تلاقی مطالبی هست که قبلا توی پادکست میگفتم و جدیدا به روی آوردم و خیلی زیادم در موردشون صحبت میکنم امروز جایی هست که هم مطالبی که در مورد تغذیه گفتم وارد مصاحبه میشه و همچنین هر چیزی که در مورد بیت کوین گفتیم و اینهای اشتراکات عجیبی با هم دارن که حالا این اشتراکات رو با هم واکاوی میکنیم خب سینا جان از دیدگاه های تغذیهیت بگو و اینکه چه تغییراتی توی از دیدگاه ها وجود داشت چه چیزهایی رو امتحان کردی و الان چه کارایی میکنی سلام سلام مرسی از دعوتت والا تغذیه خیلی موضوع پیچیده چون حتی از دکترها و متخصصینش هم اگر آدم بخواد راهنمایی بگیره حداقل تا اونجا که من تلاش کردم خیلی راهنمای خوبی نتونستم بگیرم و مطالب ضد و نقیزه هر کسی یه چیزی میگه البته به نظر میاد که توافقی تا حدی روی دایت مدیترانیان هست ولی به غیر از اون خیلی خیلی هم میگن که به بدن شخص بستگی داره و برای هر کسی فرق داره و اینها و خیلی آدم ها هم انرژیشون رفته سر ابتان کردن برنامه های مختلف و اینا ولی دیدگاه خودم خب من همیشه خیلی خیلی حتی از زمان کودکی هم خیلی توجه داشتم به مسئله تغذیه و اینا همه چی دنبال نیوتریشن بهتر رو اینا بودم و مثلا اگر من یه چیزی رو خانواده میخواستم بخ... که بخورم مثلا به دلایل پزشکی یا هر چیزی اینا میمادن میگفتن که این مثلا نیوتریشن داره و خیلی خوبه بعد دیگه من سریع اون چیز بدمزه رو میرفتم و, و اما نه من خیلی هم سعی میکنم تا اونجا که وقت میکنم مطالعه کنم و به در بیارم ببینم که چه چیزهایی واقعا مشخصه که برای بدن خوبه یا بده و چیزی که تو چند سال اخیر تو شاید تو سه چهار سال اخیر خیلی بهش توجه کردم بحث این اه اه اشتباهاتیه که ما میکردیم در موردی که مثلا فیلم کنیم چربی چیز بدیه ولی مثلا خب وقتی که چربی نخورید بیا چیزی باید جایگزین کنیم و طبیعتاً کارب میشد و نون و برنج و اینجور چیزا ولی به مرور وقتی که تحقیقات رو نگاه میکنه آدم میبینه که اونقدر شواهد و دلایل و نیست برای بد بودن چربی ها خیلی چیزها از جمله خود کلسترول هم نشون داده شده که اون که صحبتش بود اون که ویلیفای شده و به عنوان یک شیطان نشون داده شده نیستش و برعکس خیلی از توصیه های دیگه که میشد مثلا اینکه روغن حیوانی رو با روغن های گیاهی جایگزین بکنن روغن های بهش میگن سید اول روغن دانه های روغنی اینها اتفاقا نشون داده شده که اینها از چیزایی مثل کره و این حرفا خیلی بدتر هم باعث التهاب میشن در بدن و خب وقتی که شما ببینید یه توصیه ای که خیلی خیلی آدم بهش باور داشتن و شاید هم تا زمان زیادی جامعه علمی هم این رو توصیه میکرد بعدا به این شدت برعکس در میاد خب این تمام این آدم رو کن، کنشکاف میکنه که بره بیشتر یاد بگیره و ببینه که دیگه چه چیزهایی بیمعنی رو برای ما جا انداختن یکی دیگرش هم گوشت بوده مثلا من سعی کردم همیشه گوشت رو کم کنم ولی باز تو سه چهار سال اخیر به این نتیجه رسیدم که نه واقعا چیزی منفی وجود نداره و خیلی از باورهایی که ما داریم بر اساس یه سری داده های ضعیفه مثلا یک مطالعه کوچیک با نفرات کم انجام شده یه کوریلیشن یه همبستگی پیدا کردن و اون تبدیل شده به باور عمومی برای همین حالا چون پرسیدید باور کلی چیه من الان یک قانونی که برای خودم دارم اینه که از هر نوع محصول دستکاری شده و صنعتی و اینها فاصله میگیرم و هر چیزی که پدران ما میخوردن غذاهای طبیعی کره نمیدونم شیر گوشت هر چیزی که به تاریخ انسان رب داره اونا رو همه رو مثبت میبینم و یکی اون از حالا تکنیک های جدیدی هم که الان مطرح شد بازم اینا هم چندین ساله بحث intermittent فستینگ و بحث کیتو اینا رو هم تا حد خوبی دنبال کردم و تا جایی که باس خیلی وقت از هم نگیره سعی میکنم اینا رو هم ازش رو بگیرم گفتی سه چهار سال پیش یه تغییراتی انجام دادی قبل از اون سه چهار سال رژیمت چ... از چه چیزایی تشکیل می شد؟ بیشتر به رژیم ایرانی شباهت داشت به رژیم آمریکایی شباهت داشت سعد یا استندرد امریکن شباهت داشت یا می توانی کم در مورد رژیم قبل از اون چهار سال و این چهار سال اخیرت بگی؟ از در مورد چهار سال اخیر که یه توضیح کلی دادی قبل از اون بیشتر می بدونم چی بود؟ قبلش نه خیلی ببینید که کیت... هیچ وقت مثلا من آدمی نبودم که به فست فود و این حرفا مثلا علاقه داشته باشم <applause> و قبلش همون بیشتر سیستم غذای ایرانی و اینها داشتیم البته الان تا حد خوبی داریم ولی بحث اینه که خیلی توجه بیشتری کردم به ترکیب مواد مثلا اینکه چه مقدارش باید کارب باشه چه مقدارش باید گوشت باشه چه مقدارش باید, چه مقدارش باید چربی باشه در واقع فرق اصلی که داشت اینه که قبل از اون سعی, سعی این تاس تص... این باور داشتم همیشه که چربی چیز بدیه و اونو خیلی خیلی کم میکردیم یعنی هر چیزی که چربیش کم بود انتخاب میکردیم ولی دقت نمیکردیم که به جای این چربی توش مثلا شکر اضافه کردن یا چیزهای منفی دیگه اضافه کردن بهش اما مثلا ترانسفت و نمیدونم MSG و این افزودنی ها اینا رو همیشه همیشه ازش پریز میکردم متا مشکل اینه که وقتی هم سعی میکنی خودت ریسرچ بکنی گاهی اوقات گیر این اطلاعات غلطی میفتی که تو اینترنت هست MSG منظورش چی هست؟ آه... مونو سودو نمیدونم بذار اسم خاملشو بدم MSG یه چیز بسیار بسیار مزهر است که برای خوشمزه کردن غذا مونو سودیوم گلوت... <applause> آه، آه، و این برای افزایش فلیور هستش به همه چیزم هم میزنن طعم اینکه میری فسفود میخوری غذاش خوشمزه است به خاطر اینه که ام توش خیلی میزنن و این هر چیزی رو خوشمزه تر میکنه <applause> و اینا یا همون مثلا کورن سیروپ های فروکتوز کورن سیروپ هم هست <applause> شیره که از شیر شیرین کننده ای که تو خیلی غذا ها میذارن اینا خب معلومه دیگه چیزهایی که ارزونه و صنعتیه و یک عامل خارجی که وارد بدن میکنه و برای اون تولید کننده این میصرفه چون شما تو هر چیز شکر بزنی بهتر میشه و شکر هم اونقدر گرون نیست برای همین باعث میشه که این شرکت ها اینسنتی و انگیزه داشته باشن که این مواد شیمیایی رو توی غذاهای ما بیشینه کنن هر چقدر میتونن اضافه کنن و تا زمانی هم که مشتری نر خودش مطالعه کنه اینا رو مصرف میکنه و لذت میبره از خوردنش و دیگه مسئله طولانی مدتش رو در نظر نمیگیره اگر بحث لذت باشه خب مثلا تریاک و کوکائین و اینها هم لذت بخشه ولی لزوما لذت بخش بودنشون دلیل بر خوب بودنشون نمیشه و یه سری سال دیگه میخواستم کنم ولی حالا که اینو گفتی این تئوری داری که نظری داری که چجوری شد که این رژیم باب شد یه کمی از اون انگیزه های مالی گفتی حالا میشه بیشتر در مارش توضیح بدی یا حالا اگر انگیزه های دیگه هم می‌تونی دخیل درش اونها رو میتونی توضیح بدی ببین 99 درصد مشکلاتی که ما با غذا داریم بحث و مثلا خب شما ببینید اگه بخوای کره طبیعی بگیری از شیر خب این هزینه بره اما اگه یه راهی درست کنی که بیای از دانه های روغنی که توی یه پروسه صنعتی دیگه مثلا روغن کاتن یا چی میگن بهش پنبه دانه پنبه یا دانه های مختلف مثلا اونا توی یه پروسه صنعتی استفاده میشه و اضافه شو اگر بتونی بیای ازش روغن بگیری خب مثلا یک دهم ده قیمت اون در میاد چرا اینکار کار نکنه یا همون بحثی که بین مثلا گوشت ارگانیک و گوشت غیر ارگانیک با هزار جور تزریق مواد مختلف و آنتی بیوتیک و نمیدونم غذاهای علکی مثلا غذای طبیعی نمیدن به گاو و مرغ و اینا اینا همش بحث اقتصاد بحث اینه, اینه که ما بیایم یه غذایی تولید کنیم که ارزون تر بشه ولی کاهش کیفیتش دیده نشه یعنی این وقتی شما میری مغازه این گوشت اونم گوشته شما توانایی این که تشخیص بدی که این توش چه فرقی داره مواد غذایی این با اونو نداری و اون تولید کننده دیگه تا زمانی هم که مجبور نباشه به شما اطلاعات بده میتونه حد اقل کیفیت رو به انتخاب کنه چون دنبال بهینه کردن سوده دیگه حالا به اون به این میگیم problem یعنی اه اون اه فروشنده به نوعی ایجنت حساب میشه ما به نوعی مثلا خریدار اون حساب میشیم چون ما توانایی چک کردن کوالیتی کار اون فرد رو نداریم اینجا یه مشکلی پیش میاد یعنی ما داریم به یه فردی اعتماد میکنیم ولی هیچ راهی برای چک کردن اینکه اون تولید کننده سوء استفاده میکنه یا نمیکنه نداریم تنها راهی که الان تو سیستم عادی هست همین FDA و چکهایی که این سازمان های غذایی و اینا میکنن ولی اونا هم خیلی کند هستن خیلی اوقات چندین سال طول میکشه تا یک مشکلی رو کشف کنن خیلی اوقات هم ممکنه که ازشون سوء استفاده میشه همین بحث ام جی که گفتیم ام الان به عنوان سیف لیبل شده وقتی میگی سیف دیگه هر کسی امان. هر چقدر بخواد میشونه اضافه بکنه یا حتی ما تو بحث های دیگه هم داریم که بعضی از این اپرووال ها و این تاییدی های اف دی و اینا با توی شرایط عجیب غریبی صادر شده و روشون تاثیر گذاشتن آدم ها چون پول زیادی در میارن این تولید کننده ها یعنی یه جورایی به ما یاد دادن که ما متکی بشیم به سازمان هایی که هوای ما رو دارن ولی در طول زمان همین هم باعث میشه که اون سازمان ها بیان چیز بکنن استفاده من. بنابراین بهترین راه به نظر من که آدم ها خودشون مطلع باشن و خودت بیای ما اون ایجنتی رو که انتخاب میکنی برای تأمین موادی که نیاز داری خودت بیا اون آدیت بکنی خودت در حدی باشی که بتونی اه یک یک اه چک کلی بکنه خب طبیعتا آدم وقت نمیکنه همه چیز رو خودش چک ولی یه مقدار این بحث این که مسئولیت بپذیره آدم تو زندگیش و خودش سعی کنه مستقل بره تلاشش رو بکنه ریسرچش رو بکنه دو یور اون درسته یعنی که خودت بری تحقیق خودتو بکنی و یه مقداری بتونی این سیستم پیچیده رو پشتش هم ببینیم پرده رو کنار زنیم ببینید چه اتفاقی میفته اون پشت واسه همین من, من همیشه سعی میکنم خودم بفهمم چه اتفاقی میفته یا تا جایی که وقت دارم خودم میذار اطلاعات کسب کنم که وابسته به FDA یا اعتماد به این و اعتماد به اون نشم مسئله این FDA یا این ها میناس که خودشون درگیره به حال نیاز به این دارن که پولی داشته باشن برای اینکه عمل، عملشون رو پیش ببرن عملکردشون رو پیش ببرن و برای اینها میان همون نهادهایی رو که میخوان روشون نظارت بکنن از اونها کمک مالی میگیرن و خب خیلی از شرکت های دارویی میان همین FDA رو پشتیبانی میکنن شرکت های غذایی میان FDA رو پشتیبانی میکنن و واقعا نتیجهش هم میبینیم که چه اتفاقهایی افتاده چه چیزهایی رو عجیب غریب تایید میکنن الان خاک اره جز غذاهای به حال امن همونجور که گفته خیلی از چیزا گفته ام مثلا امن هست خیلی چیزای عجیب غریب امن خونده میشه که اینها میتونه توی غذاها وجود داشته باشه بدون اینکه هیچ مشکلی برای ورودشون به بازار وجود داشته باشه بدون اینکه هیچ ممنوعیتی داشته باشن به خاطر همین به اصطلاح کانفلیکت اف یا دایوه. چی میشه فارسی تضاد منافع تضاد منافع اونها یه منافعی دارن و بعد این منافع درگیر این میشه که کارشون رو درست انجام ندن و خیلی مهمه که بدونیم که واقعا تنهاییم ما اگر که نه. بیایم اعتماد بکنیم به این نهادها ممکنه بگیم که آره من اعتماد کردم به اینها خیلی از چیز... چیزا رو گذاشتم به عهده اینها ولی درست تحقیق خودت انجام نمیدی ولی پیامد اون کاری رو که داری دنبال میکنی با خودت هست همیشه به دوستایی که میان توی این رژیم های کتوژنیک و کارنیوار اینها ازم سوال میپرسن میگن که از تو میپرسیم یه چیزی میگه از اون میپرسیم یه چیزی میگی از اون میپرسی یه چیز دیگه میگه خب ما از کجا بفهمیم گفتم خب من حرف خودم رو میزنم با دیدی که خودم داشتم اون فرد هم با اون تحقیقی که کرده داره حرف, حرف خودش رو میزنه من بردیدگاه خودم پا فشار دارم اونم بر خودش و خیلی مهمه که اینجا این گیج شدن طبیعیه ما باید بپذیریم که این گیت شدنه به وجود میاد و ما تنها هستیم نمیشه به این نهادها اطمینان کرد احساس میکنم این چیزی رو میخوای بگی آه، آره آره میخوام فقط این رو بگم که ما رو خیلی عادت دادن به اینکه بریم توی یه هاشی امنی قرار بگیریم و بگیم آره این سیستم و این استبلیشمنت و این سازمان های بزرگ و معروف اینا همه دارن تلاش میکنن که مشکلات ما رو حل کنن و چیزی که اینها در واقع تایید میکنن خوبه و اینا هوای ما رو دارن این به آدم های آرامش میده که یکی از هوای من رو داره یکی من, رو من هستش. و خب تا زمانی که شما خود توان تشخیص نداشته باشی و وابسته به اینا باشی اینا میدوشنت دیگه یعنی همونطور که خودت گفتی اصلا این آدمایی تو FDA از کجا خب این پول مالیات مردم در واقع تغذیه میشن ولی هیچ وقت اونقدر پول ندارن که بتونن همه کارهای لازم رو بکنن دوباره اینکه که اصلا انگیزه شاید نداشته باشن چون اینا یک شخص واسط هن، و اگر اشتباهی بکنن خودشون ضرر نمیکنن اینا یه حقوق دولتی دارن میگیرن و میدونیم که دیگه سازمان های دولتی چجوری هم از زن عمل کرد و بعد از اینکه خیلی هم کیفیت کارشون خوب بشه می بینن که حقوقی که من دارم تو اینجا میگیرم اصلا کافی نیست برام باید برم یا یا, یا عمر اینجا بمونم یا اینکه نه یه برنامه بریزم بعد از اینکه از FDA اومدم بیرون برم تو اون شرکت تولید کننده مواد غذایی و تولید کننده دارو اینا استفاده شدن واسه همین باید یه رابطه خوبی و یه رابطه سالمی داشته باشن با اونا که اونها منو بعدا بپذیرن اینطوری میشه که تا... سیستم در طول زمان تبدیل میشه به یه کلوپ بین قدرتمندان و تنها کسی که ضرر میکنه تو این بازی ها اون بیچاره ای که هیچ اطلاعات نداره و فکر میکنه که سیستم داره برای اون کار میکنه وقتی که حالا هم از اون انگیزه های مالی گفتیم که از شرکت های دارویی شرکت های غذایی میاد این این رو پشتیبانی میکنه و مجبوره که تحقیقاتی رو بیرون بده و چیزهایی رو تایید بکنه که به نفع پشتیبانی کننده هاش هست به جز اون همین چیزی که گفتی پول مالیات و نهاد دولتی هست و اینها و این بازخورد و بازار نداره مشکلش اینه که هر چقدر هم کار خودش انجام بده این در حال اون حقوق ثابت رو میگیره و ادامه میده و در مورد اون فسادهایی که گفتی که میاد میگه که من خرجم و دخلم نمیخوره و بعدش میاد منتقل میشه به یه جای دیگه من یاد فیلمی که اخیرا دیدم سریالی که اخیرا دیدم انداخت که بر اساس داستان واقعی اسم قرصه رو اکسی گمون کنم از... آره آره منم من اتفاقه آنو یک دو ماه پیش تمامش کردم آره <تصفح> گمون کنم منم دقیقا دو ماه پیش بود دوپسیک روی خلو هست که دوپسیک فکر میکنم ترجمه فارسش خمار چیز خوبی باشه نه؟ فکر میکنم آره این دوپسیک دی او پی ای سی یه سریالی هست که قسمت های زیادی هم نداره یه دونه فصله و کامل کامل میشه توی یه دونه فصل دو... توی یه دونه فصل درست میشه داره مگه نه اه، فکر می اسمش رو یادم نمیاد فکر می کنم دوپسیک نبود اونی که من ولی آه. یه داکیومنتری بود که یه دکتری بود توی معدن زغال سنگ کار میکرد اون نیست آخه دوک... دکتر چند... توی معدن زغال سنگ کار نمیکرد یه دختر توی شهر آره، که همونه آره،, 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 آره. آره. من, من اسامی رو خوب یادم نمیاد پس همونه آره نه یه فصل بود و خیلی جالب بود و مستند بود و واقعا حتی من سر کلاس از دانشجو ها میپرسم الان میدونی چون گذشته 20 سال تقریبا از شروع اون ماجرا گذشته و من از دانشجوهایی میپرسم که سنشون میخوره ولی اطلاع ندارن یعنی اونقدر هنوز این داستان یا فراموش شده یا آدم ها اطلاع ندارن از حجم ولی چیز خیلی مهمیه اتفاق خیلی خیلی بزرگه و نشون میده که از اینجور سازمانهایی که ما فکر میکنیم هوای ما رو دارن چقدر به شکل سیستماتیک و ذاتی درشون امکان اشتباه و فساد و این چیزها هستش توی دوب که از اتفاقایی که واقعا توی تاریخ افتاده و توی این فیلم هم به نمایش گذاشته شده بود این بود که یکی از رؤسای یکی از مقامهای بالای FDA یا همون سازمان غذا و دارو به خاطر خوش خدمتی هایی که به اون اکسیکانتین به اون شرکت سازنده داروی اکسیکانتین که داروی بسیار مخدر بود به خاطر اون خوش خدمتی هایی که به اونها کرده بود بعدا میاد میشه جز مثلا همون مدیر عامل از اون های بالای اون خاندان و اون شرکتی که اون خط دارو سازی رو میگردونده و این اصلا خلاف قانون هم نیست جالبش به این حالا مثلا بگین که این, این کار کارو کردن این خیلی زایع است خلاف قانون قانون هوای ما داره حتی قانون هم هوای ما رو نداره این کاملا یعنی ممکنه غیر اخلاقی باشه که هست به نظر من همون تضاد منافع یا کانفلیکت اف اینترست وجود داره ولی غیر قانونی نیست و خیلی راحت این کار انجام میدن آره آره ولی بعضی موقع هم با قانون گذاری بیشترم هم بازم بدترش میکنن یعنی مثلا میان میگن که مثلا ممکنه یه قانونی بذارن بگن که مدیران ای حق ندارن تا چند سال برن شرکت های خوب و اینم هم تا یه تاثیر دیگه هم میذاره باعث میشه که هیچ آدم با سواد دیگه نیاد تو FDA ای چون همه میگن که من اگه فقط بخوام با این حقوق کم اینجا بسازم بعدش هم نتونم برم تو صنعت برای چی بیام یه جورایی من فکر میکنم هیچ چیزی یعنی هر چی قانون میذاری که پیچیده میشه یه لوپ های جدیدی درست میشه من فکر میکنم هیچ چیزی جایگزین همون مکانیزم بازار که گفتی رو نمیگیره و اینکه آدما خودشون به تنهایی بیان چک بکنن وریفای بکنن اطلاعاتی که میگیرن و و گفتم دیگه یعنی چون بعدیش هم اینه که جامعه رو تمرین دادن و عادت دادن که فقط بپذیره چون فلان مرجع تایید کرد اوکی پس پس اوکی دیگه لازم است من خودم چیزی رو چک بکنم خودم برم بهش فکر بکنم این تغییر تفکر خیلی به نظر من مهمه و خیلی هنوز به مح توی محله نیستم تو اون محله اعتماد کامل به سیستم قرار دارم <applause> Trust the system, trust اینکه به علم اعتماد کن اینکه به سیستم یا به اون نظام اعتماد بکن ولی وقتی که ما به علم نگاه میکنیم چیزی از اعتماد نشانی از اعتماد در علم وجود نداره روش علمی من خیلی معتقد به روش علمی هستم اتفاقا به نظر من بهترین ابزار برای رسیدن به قوانینی هست که با طبیعت سازگاری داره ولی بله اگر که ما بیایم همون دگمندیشی و همون سختی عقاید رو به کار ببریم باز این میشه مثل همون دین این که بخوایم به یک نظامی که ازش یه نتیجه میاد بیرون اعتماد بکنیم این باش باز میشه دین و اون دیگه خاصیت چیز رو نداره خاصیت دانش بودن و اینکه بخوای به تضارب آرا بپردازی و اینکه به سنجی ببینی که کدوم با واقعیت سازگار تره اصلا این موقعیت رو ازت میگیره و این فرصت رو ازت میگیره و, و این واقعا علم نیست این چیزی نیست که بشه بهش اعتماد کرد و توی علم چیزی به عنوان اعتماد وجود نداریم dont trust verify چیزی که توی بیت کوین داریم توی علم هم باید همین باشه که اعتماد نکن بلکه بررسی بکن دقیقا اصلا ببین شما مثلا با هم اگه صحبت بکنه اینا وقتی که یه نظریه رو در میارن همیشه منتظرن که اون نظریه بره زیر سوال اگر داده جدید و خوب بیاد و تهوری های بهتر از اون بیاد بنابراین چیزی به اسم این که این علم اینو گفته و دیگه نمیشه چیزش کرد وجود نداره نمیشه ردش کرد وجود نداره و مخصوصا من که خودم در واقع کارم همین هست و ریسرچ رو تحقیق میکنم شاید از خیلی دیگه بیشتر متوجه هستم به اشکالاتی که در این کار پیش میاد و اینکه خیلی آدم ها واقعا متد علمی درست رو انجام نمیدن یا اطلاعاتش رو ندارن یا اینکه انگیزه دارن که از داده ها اون نتیجه رو بگیرن که میخوان و این خیلی پیش میاد چون منافع تا زمانی که اون اعتماده هست مثلا به فلان برنده نوبل هست تمام منابع قدرت منابع مالی اینا سعی میکنن تحقیق اون آدم رو تحت تاثیر قرار بدن و تحلیل انگیزه های این آدم ها خیلی مهمه باز هم بحث همون اقتصاده مثلا محققی که توی دانشگاه روزی دوازه ساعت داره تحقیق میکنه و یه حقوق معمولی داره خب این مشکل پیدا میکنه دیگه این نیاز داره که فاندینگ بگیره و فاندینگ رو کی میده؟ اگر که سیستم آزار آزاد, داشتیم فاندینگ رو شرکت ها می دارن و هیچ شرکت احمقی هم نمیاد پول بده برای ریسرچ محمل وقتی که نتیجه ریسرچ رو میگیره انجام میده اگر جواب نده دیگه پیش اون آدم نمیره خیلی ساده و راحت اما تنها مراجعی که پول رو میگیرن پخش میکنن و اصلا به نتیجه زیاد کار ندارن این این هایی مثل NSF و اینجور سازمان های دولتی ریسرچ ریسرچ دولتی اخیر ریسرچ هم دولتی میشه آخر. از بودجه عمومی و مالیات مردم میگیرن و میان پخش میکنن و بر اساس چی بر اساس این هم هستش که ببینن که به نظر ما چه تحقیق خوبه حالا خودشون البته اکسپرت هستن و معمولا آدمایی هستن که از مثلا از همون زمینه آکادمیک در اومدن ولی رابطه به اون شکل مثلا با واقعیت ها و با صنعت و اینا ندارن و حسی میاد میگن که آقا من فکر میکنم الان حمایت از مثلا گروه مظلوم فلان جیس خوب است و پول بره سمت اون یا مثلا ما الان حس میکنیم که جو جب الان جویه که ما به فلان نوع تکنولوژی توجه بکنیم پول میره سمت اون و حالا دیگه کسی کار نداره که این تحقیقات نتیجهش موثر به جامعه کمک میکنه نمیکنه تنها کسی که براش مهمه اون شرکت خصوصی که پول داره میده براش پول خودش رو داره میده ببین این سازمان ها پول یه بنده خدای بدبخت بیچاره رو که زحمت کشیده و یه سوم حقوقش رفته به مالیات اون دارن میدن اگه عجیب خودشون میدادن خیلی خوب بود مشکلی نداشت اما چون دارن منابع یکی دیگر رو میگیرن باز میخوره به هم سر همون ایجنسی پرابلم یعنی آدم ها یه کار رو محول کردن به یه فردی که اون فرد منافش منافع خودش رو داره دنبال میکنه و آدمایی که اونجا هستن یه سری منافع سیاسی دارن دیگه دوست دارن که تو سازمانشون برن بالا نمیدونم از طریق همین دسترسی به کسی که پولو پخش میکنه میدونی چقدر قدرت داره دیگه همه دنبال رابطه داشتن با این آدم هستن بر همین باز شما به با همین مشکل میخورید دیگه و این وقتی اینا رو آدم بهش فکر کنه متوجه میشه که خیلی تحقیقات علمی هم میتونن اینطوری بشن و یهو شما ببینی که آره از همه جا داره مقالات علمی در میاد که فلان چیز خوب است اما بحث بحث جریان های مالی و پولی که اون پشت داره اتفاق میفته خیلی اصلا ما حتی گزارش های شنیدیم که چین هم تازه داره یاد میگیره و همین کارا رو انجام میده خیلی رابطه دارن با اساتید دانشگاه در آمریکا و میبرن سفر میبرن نمیدونم دوره های دوره های آموزشی برگزار میکنن که مثلا یه استاد دانشگاه رو از آمریکا ببرن چین اونجا دو هفته درس بده و یه پول خیلی خوبی به دست بیاره و مثلا کم کم هم گوشه کنار میگن که خب شما یه ریسرچ هم بکن که نشون میده که فلان چیز خوبه یا مثلا این کاری که ما انجام داریم میدیم مثبت حالا یکی از یکی از حاشیه‌هاش که من خیلی مطالعه نکردم ولی فقط به عنوان میگم اینه که الان سازمان WHO World Health Organization سازمان بهداشت جهانی این الان خیلی صحبت هست که نفوذ بیش از حدی همه چینیا توش دارن که تو بحث کووید هم ما میبینیم که یه سر عجیب بود رفتاراشون مثلا اصلا نمیومد تو بحث کووید هیچ نوع اشکالی بگیر از دولت چین از نحوه بهداشتی که تو این کشور هست از اون نحوه نگهداری حیوانات هی به هیچ عنوان و حتی تا یه زمان زیادی هم کووید رو هی کوچیک کوچیک‌تر جلوه میدادن خب اینا بحث همون اینه که وقتی بودجه از یه کسی میاد نمیتونی اصلا بر علیه اون صحبت بکنی هر چقدر هم آدم خوبی باشی هر چقدر مثلا تو حوزه های دیگه خوب باشی بودجه تخته از یه جای میاد دیگه کامپرومایز شدی دیگه حرف تو چیزی به خاطر همینه که اون بحث اعتماده همیشه منجر به فساد میشه یه چیز جالبی هم گفتی گفتی توی البته مصاحبه قبلی گفتی که حالا توی دولت های شرقی توی دولت های مثل کشور خودمون و اینها حالا این دیدگاه دیدگاه من این موقع واسه اینا دیدگاه سینا لزومن نیست ممکنه وقتی که یه چیزی میخوان اجبار بکنن که همه رسانه ها و یه زبان صحبت بکنن نه از یه زبان خیلی سخت استفاده میکنن که خیلی قشنگ معلومه که خشونت آمیزه خیلی قشنگ معلومه که پروپاگانداست ولی اینها سیستمشون یه کمی ظریف تره مثلا مخصوصا توی آمریکا و اینها میان پول میدن واسه اون تحقیق انجام بده خود طرف دیگه هر به هر حال همینجوری که گفتی آدم خوبی هم باشه باز تحت تاثیر این که اینها پول به من دادن من باید یه جوری تعریق رو بنویسم که نتایجش به درد اینها بخوره به خاطر همین همه نتایج تحت تاثیر اون جایی که قرار میگیره که پول اصلا یه بیاد. مثال بزنم اینا حتی اینطوری هم نیست که ما حدس بزنیم ببین الان من یک... یه, چیز لاجیکال و منطقی رو گفتم ولی حالا ببینیم در دنیای واقع هم چه شواهدی هست یه مقاله ای رو همین یه ماه پیش تقریبا میخوندم نوشته بود که به علت اینکه اکثر تحقیقات ماکرو از طریق فدرال رزرو و بانک های مرکزی فاند میشه یه چیزی حدود دادم دارم بالای 80-90 درصد اقتصاددان تو همین بانک های مرکزی استخدامن یا مثلا مؤسساتی که مربوط به اونا هستن نشون داده بود که دو گروه محقق داریم یه سری محققین مستقل یه سری محققینی که وابسته به بانک مرکزی هستن یا اونجا کار میکنن یا از اونجا فاند گرفتن گفته اون نگاه کرده بود دیده بود که تحقیقاتی که از این گروه مستقل در میاد سیاست های بانک مرکزی رو براش نتایج مثبت و منفی پیدا کرده یعنی خیلی مثلا سیاست کوانتیتیو ایزینگ و سیاست انبساطی براش نات سیگنیفیکانت بیشتر در آورده بودن یعنی که اونقدر تاثیر مثبتی تو اقتصاد نمیذاشت اما وقتی که میای تحقیقات این آدمای وابسته به بانک مرکزی رو میبینید پوزش می طلبم از مشکل فنی که وجود اومد خب تا اونجا رسیدیم که گفتی عمدتا کاندیتیو و غیر اومده بودم قابل اغماز ارزیابی کرده بودن آره یعنی که یه گروهی که به بانک مرکزی رفت داشت تحقیقاتش خیلی مثبتتر نشون میداد این فعالیت های مرکزی رو باز آره صدات میاد و اون اسلام آشن شده آها حالا خیلی تصویرم مهم نیست ولی بذار من یه این پا, اون پا بکنم ببینم به اون اینترنت وصل بشم چطور میشه اوکی صدات رو دارم ببین تصویرم و بیخیال <تصفح> حتی ممکنه من تصویرم رو یه مقدار قطع بکنم که بتونیم مصاحبه رو پیش ببریم به خاطر که الان باش. اومدم اینترنت رو جابجا جا, جا کردم با یه اینترنت ضعیف تر هستم خب برو عزیزم آوکه. آره داشتم گفتم که تحقیقاتی که توسط آدمایی که وابسته بودن به بانک‌های مرکزی انجام شده بود خیلی خیلی سیاست های های مرکزی کرزی رو مثبتتر نشون داده بود مثل همین رو تو پزشکی هم داریم و اصلا این یه چیز شناخته شده است بهش میگن فاندینگ افکت یعنی اون جایی که به شما فاند میده ریزالت تحقیق و... تعداد تاثیر قرار میده و این به شکل آماری ثابت شده صدا ما داری آره صدا دارم آره. حالا برگردیم به بحث تغذیه چون از اونجا شروع کردیم من میخواستم در واقع این رو جا بندازم که خیلی از عقایدی که ما داریم و خی... گاهی اوقات خیلی از توصیه های پزشکی پشتش مبنای قوی وجود نداره مثلا من چون خودم از نظر تحقیق و اینها کارم تحقیقه خیلی آدم سختگیری هستم و وقتی که مثلا میبینم که یه تحقیق نصف نیمه انجام شده و اون کیفیت لازم رو نداره یه اکسپریمنت درست کنترل شده و قابل قبول نیست خب نمیپذیرم اصلا نتایج اینو من نمیپذیرم خیلی چیزا مثلا بر له یا علیه خیلی از توصیه های ما نداریم شواهد وقتی شواهد نداریم خب چی میخوای یعنی شما نمیتونی از کسی توصیه بگیری و اینجا به یه مشکلی میخوری که خیلی از منابعی که ازش اطلاعات میگیری دیگه قابل اعتماد نیستن مثلا من یه چیز رو شنیدم که اینو حبتا باید یه دکتر بیاریم اینجا تایید بکنه که به اکثریت تحقیقات نیوتریشن و ای کوریلیشنال هستن یعنی اینطوری نیست که ما دو تا گروه آدم رو بذاریم کنار هم و به یکی تغذیه خوب بدیم به یکی تغذیه بد بدیم ببینیم ام. چی میشه خب اون تغذیه بد اخلاقی نیست نمیتونیم انجام بدیم خیلی اوقات بعد سختم هست هزینه بره کاری که میان میکنن میبینن که خب ما یه سری آدم رو بگیریم ببینیم که آدمایی که مثلا بیشتر الکل خوردن سلامتشون مثلا یکی از معیارهای مثلا طول عمر و نه همین چیزاشون چه فرقی میکنه اما مسئله اینه که آدمی که مثلا الکل میخوره زیاد میخوره ممکنه هزار تا کار دیگه هم بکنه ممکن ممکنه رفتار پرخطر داشته باشه ممکنه این کار بکنه اون کار بکنه و دیگه اینا دیده نمیشه تا یه حدی هم میشه کنترل کرد ولی اه... با داده کوریلیشن ها شما هیچ وقت نمیتونی نتایج قطعی بگیری و خ... ولی خب وقتی تحقیقات ما مبناش اینه شما روی این مبنای خراب هر چی بچینی هر چی ساینس و علم بچینی همش رو هواست و در واقع این, این مهمه که آدم ها بدونن که خیلی از خیلی از نظرات متخصصین و اکسپرت ها اون قدرایی که ما فکر میکنیم پایه محکم و قوی نداره درسته بعد همین که یکی کوریلیشنال هست که همبستگی رو نشون میده که این همبستگی عموما ضعیف هست اگر که همبستگی به شیوه قوی نشون داده بشه خب باز یک چیزی ولی وقتی که اون همبستگی بسیار قابل اقماس هست ما اون رو نمیتونیم عمومیت بدیم به زندگی همه انسان ها و خیلی از این تحقیقا سطوح قابل قبول و غیر قابل چشم رو نداره که نشون بده که واقعا بین دو تا چیز یک رابطه برقراره و ما میگیم correlation does not uh, does not uh, follow caus causation or we cannot conclude causation from, uh, from correlation از uh, همبستگی ما نمیتونیم بگیم uh, رابطه علت و معلولی رو نتیجه بگیریم و یه چیز دیگه ای هم که هست خیلی از این تحقیقات اپیدمیولوژیکال یا همهگیر شناختی هستن و میان بر اساس چیز یه جمعیت بزرگی رو نگاه میکنن و بر اساس پرسشنامه خیلی وقتا این چیزها برده برده. این داده ها برده برده. گرفته میشه وقتی که شما من الان از بپرسم چی خوردی امروز شاید خیلی دقی جواب دقیقی نخواهی بدی حالا من اگر ازت بپرسم امسال فکر میکنید چند روز در هفته به طور متوسط امسال گوشت میخوردی چند بار نون میخوردی چقدر این جواب میتونه قابل اعتماد بشه مطمئنا که این جواب نمیتونه قابل اعتماد باشه و من در اساس این حق ندارم یک جوابی رو که عمومیت داره به همه جامعه به همه انسانها اطلاق بدم و متاسفانه خیلی از تحقیقات همین جوری هستن خیلی هم راحت توی بخوکرنا میشن همین یه تحقیقی بود که دو تا قسمت نه یه قسمت فارسی هم بهش در موردش بیرون دادم اینکه طول عمر گیاهخوارا از طول عمر گوشتخوارا بیشتره البته به نقل از یک مقاله منتشر شده بر روی گوگل درایو یه مقاله واقعا شوخی نمیکنم روی گوگل درایو منتشر شده بود و توی یک کنفرانس ارائه شده بود همین عنوان رو که دیدم گفتم این اپیدمیالوجیکال هست این همه گیر شناختی هست وقتی هم که نگاه کردم ابسترکتی بیشتر ازش نبود و همین گمان رو چیز میکرد تعیید تعیید میکرد بله اصلا ببین اینقدر خنده داره اینجور ریسرچ ها ببین الان خیلی آگاهی البته بیشتر شده بسته به فیلد یه سری فیلد ها به سخت به خوب بودن و قوی بودن متدای ریسرچ خیلی بیشتر توجه دارن Uh, الان اگر تو فیلد ما همچین کارایی بیاد دستمون مستقیم میره تو سلاش <applause> یعنی شما میخوای یک ادعای کازال ادعای علی معلولی بکنی ولی داده که داری فقط همون که گفتی اپیدمیولوژیکال یا سروی یا اینجور چیزها هست اصلا سروی اگه انجام بدی و بر اساس اون بخوای یک اه، اه، شاخص خیلی مهمی و بخش مهمی از پیپرت بر اساس همین سروی و اینا باشه اونم مستقیم میره تو سطل آشغال ولی یه سری فیلد ها چون نمیتونن کار دیگه ای بکنن کنار میان با این و این میشه نور و عادت و باز برمیگردیم به بحث همون انگیزه اگر کسی کسی قرار بود پول بده بابت این ریسرچ ها که پول خودش بود این اتفاقا نمیافتاد بدبختی اونجاست که اه, توضیح کننده منابع فاندینگ کاری نداره به اینکه این ریسرچ به درد خورد یا نه و فقط به آدم ها میگه شما تولید بکن خب آدم هم باید تولید بکنن هی هی بهم چه بشینی دادای مختلف رو هم بزنی یه سری رابطه در بیاری و این uh, در واقع تورم محتوا من بهش میگم تورم محتوا یعنی سیستم جوریه که آدما رو فشار میده به سمته که هی hey, محتوا درست م... کیفیت مهم نیست کمیت همش کمیت کمیت مثلا وقتی میخوای تنیر بشی تعداد مقاله مهمه اگر دو تا مقاله داشته باشی بعد اگه 20 تا داشته باشی خیلی خوبه و این باعث میشه که این تحقیقات بی معنی خود اون محقق هم شاید تحقیق خودش کار نداشته باشه ولی هدف هدف نتیجه نیست هدف یه دونه اضافه کردن به پیپراس و بدتر از اونم این مدیا هست مدیا هم همینه یعنی اون رسانه های جمعی اینا هم همین مدل اینا هم اینفلیشن محتوا یعنی فقط همینجوری هی باید مقاله درست کنی هی ریپورت بدی بریکینگ خبر خیلی مهم محققین نشون دادن اینطوریه محققون نشون و آدمای عادی هم که با همون ذهنیت اعتماد به سیستم اعتماد به رسانه اعتماد به تحقیقات و ساینس و این حرفا اینا هم میخونن آره ما دانش مثلا تازه اینا آدم که میخوان اطلاعاتشون رو زیاد کنن میرن روزنامه رو باز میکنن ببینن که راجبه تاثیر فلان چیز چی گفته و همون و مثلا همین گیاخاری و اینا چی گفته خب بله اونم نتایج تحقیق, تحقیق یکی دیگر رو گفته و لوکس لایک like. یعنی به نظر میاد که منطقی ریسرچ و علمی رو داره و ما پرزنت میکنه ما خودمون هم که دانش نداریم بریم اونو نگاه کنیم ببینیم کیفیت اون تحقیق چطوریه دیگه میپذیریم و اینها از نظر من همش ضرب در صفر یعنی این نوع تحقیقات نتیجهش صفر کلا یعنی انگار این انجام نشده همون سطل آشخال که خیلی سطل آشخال یه چیزی در مورد رشته خود گفتی که خیلی از این تحقیقات آخبتشون سطل آشخال هست یک گمانی میبرم و, این... و اون اینه که شاید چون که رشته تو با بازار سر و کار داره به خاطر همین این شانس رو داره که از این سلامت برخوردار باشه چون که باید با دنیای واقع با بازار سرکار کار داشتن و به بازخورد بازار توجه کردن یعنی به, با... به دنیای واقع توجه کردن م... گمان من اینه خودت چه نظری داری در مورد اینکه چرا رشته تو بیشتر توش ممکن این, ر... این جور تغییر برن تو سطل آشخال تا رشته های دیگه آره ببین من،, من, تو فیلد بیزینس هستم و اینجا تو خیلی راضی ترم هست کیفیت کارها خیلی دقت زیادتر میشه مقاله که ما می نویسیم، شاید دو سال من مثلا آخرین مقاله که چاپ کردم سه سال تو پروسه بوده و پدرمون در میاد اما حداقل یه چیزی که واقعا خیلی روش کار شده البته من به همون هم دارم در جای مناسبش میگم اما بحث اینکه بله دو بیزنس اسکول شما باید کارهای ج... چیزتر انجام بدید کارهایی که برای یک مدیر بیزینس یا آدمی که س... پرکتیشنل هستش و در صنعت داره کار میکنه جذاب باشه حداقل بخشی از کار اینه بخشش برای مصرف خود آکادمیک ها هستش واسه همین خیلی در نگارش دقت میشه خیلی در سادگی یعنی سا... به زبان ساده بیان کردن دقت میشه خوندن این مقاله خیلی راحت تره اما یک بخش هایی هستن که فیلدهایی هایی هستن که نه مثلا تولید کارا علمی برای خود همون آدم های همون فیلده و کسی از خارج به اینا بازخورد نمیده و نیازی هم ندارن کسی رو جذب بکنن حالا همینی که گفتی از فیلد ما هم بهتر اون فیلدهای هایی هستن که کارشون در عمل باید تست بشه مثلا شما یه مهندس عمران که هستی یه مقاله بنویسی که من میتونم با چوب کبریت پل بسازم <applause> خب اینو اگر کسی بره انجام بده وقتی پلش ریخت شما کارت هم از بین میره بنابراین اینجا یه مکانیزم طبیعی وجود داره که نتایج این تحقیقات بیاد در دنیای واقع اعمال بشه و بعد ببینیم که نه این کار نکرد یا کار کرد اما فیلد هایی که این اتفاقات توش خیلی کنده مثلا اقتصاد کلان متاسفانه این مشکل رو داره چون ما هیچوقت نمیتونیم یک کشور دو تا کشور رو بذاریم بغل هم آزمایش انجام بدیم مثلا یه بار تو آمریکا ما سیاست انبساطی کنیم یه بار انقباضی کنیم ببینیم کدوم بهتر این که امکان پذیر نیست و همینطور نتایج کارها هم طولانی مدت جواب میده مثلا امروز اگر با اون که یه کاری رو انجام میده سالها بعد ما میفهمیم که چه پدری در از جامعه و اینها و هزاران اتفاق هم تو این فاصله میفته پیچیده میشه و صحبت ها و کسی نمیفهمه آخر چی شد ببین یعنی فیدبک به اون سرعت دریافت نمیشه یا نمیدونم فیلد هایی که مثلا که فیلد آم چی بگم حالا مثلا چیزی که تو زنم هست مهندسی صنایع یه فیلدی هستش که به بیزنس خیلی ربط داره اما این فیلد آم طوری دیزاین شده که به اون شکل نیاز ندارن که نتایج تحقیقشون رو واسه مدیران تجاری ارائه بدن اونجا اصلا واقعا مقاله ها قابل خوندن نیست و کیفیتش خیلی پایینه و چند تا متغیر رو پرت میکنن تو یه مدل و یه ریزالت میگیرن و دور هم خوشحال هستن و تفاوتش واقعا واقعا قابل دیدنه و یکی از همون گفتم یکی از مهمترین علت های این هم همون انگیزه آکادمی. <تصفح> های اکادمیک هست یعنی آدم های خیلی اوقات خیلی باهوشن خیلی توانایی دارن ولی تو سیستمی قرار میگیرن که این سیستم اینا رو به سمت محمل نوشتن و محمل چاپ کردن چون چاره ای نداره سیستم خودش میگه این کارو بکن تو واقعا دیگه چاره ای نداری <تصفح> این سینا خیلی معدبانه میگه محمل منظورش همون شعره ولی در مبتزل ترین معنای کلمه بله <تصفح> <تصفح> در مورد حالا یه کمی ریشه ای به این مسئله پرداختیم و اینکه چقدر تنهاییم چقدر باید روی پای خودمون بیستیم یکم بحث رو خاکی تر و یکم قابل فهم کنیم بر... در مورد روزهای خود بگو که چجوری روزها تو میگذرونی و چه غذاهایی میخوری و حالا بعد رو هم تو سال بعدی میپرسم بله پیش یعنی چند تا موضوع <applause> اینه که والا بلد... متاسفانه من الان تمام روزم کاره یعنی از وقتی بیدار میشم شروع میکنم اطلاع پیرم توی یا سوشال مدیا یا والست جورنال یا جای مختلف اطلاعات میگیرم ببینم اقتصاد چه خبره چه صحبت هایی شده چه هایی هست بعد اه... اه... یه قهوه میخورم و اه... تا زمان نهار دیگه یه حالت فاستینگ نچرالیام حدود 12 تا 13 ساعت بزور ببینم مثلا از 10 بگیریم تا 1 14 15 ساعت چی روزه هم فاستینگ هستم تا زمان نهار و توی فاصله ام یه مقدار اخبار و اینا رو که تعقیب کردم میرم سر کارم کارم هم اکثرا ریسرچ و تحقیق مقاله نوشتن و مقاله خوندن و, و همینطورم هم به علاقه شخصی گفتم چون اقتصاد رو خیلی خیلی دنبال میکنم اگر چیزی هم به ذهنم برسه توی همین مدرسه بیت کوین یا تو کانال انگلیسیش که بیت کوین باشه <applause> یه ایده یه نظری یه فکری که برام جالبه و فکر کنم آدم‌ها به درشون می‌خورم ترکیب این دوتا کار تقریبا تا آخر شب زمانم رو پر میکنه و اه اه اکثر تحقیقات من هم با داده دیگه به خاطر همینه که خیلی منتقد هستم به نحوه استفاده از داده توی جای مختلف راجبه ترکیب قضایی هم که گفتی یه مقدار بستگی به شرایط داره مثلا اگر مهمون داشته باشه و اینا یه ذره از اون س... کار خودم کم میکنم ولی خیلی ها... خیلی غذای پرگوشت میخورم گاهی اوقات مثلا کل رده غذایی استیک و وقتهای دیگه هم, هم همینطور پروتئین بالا استفاده میکنم سر میکنم کار به کم استفاده کنم و چربیه بیشتر از کار اینطوری <تصفح> چربی هم که استفاده میکنم چیزای طبیعی یعنی یا روغن زیتون باید باشه یا کره باشه یا گاهی اوقات روغن آبوکادو اینام و از همه انواع دیگه فاصله میگیرم چون اینا نشون داده شده که انفلاماتوری و التهاب زا ال و عرض کنم که همین دیگه چیزایی که رعایت میکنیم اینه که موادش هم باید خیلی طبیعی باشه سبزیجات خیلی میخوریم آره و 99 درصد زمان هم غذای خونگی میخوریم بیرون هیچ وقت سعی میکنیم جز این که مثلا بخواد به عنوان تفریح و دیدن دوستان باشه غیر از اون دیگه نمیرین بیرون در مورد شیر گفتید لبنیات اینها راحت میتونه استفاده بکنید شیر مشکل نداره میخوری. بدنم مشکل نداره بدنم آره ولی... همون شیرهای عادی و پاستوریزو اینها هم خورید آره آره ولی خب یه مقدار موقع... مثلا فقط برای گاهی قد با قهوه مثلا اه. دستگاه چیز دارم لاته مثلا درست میکنم اون رو نمیتونم کامپرومایز کنم ولی میدونم که شیر یه مقدار شکر زیاد داره قند زیاد داره در واقع رو درست بگیم ولی باز مثلا همین قبلا سعی میکردم که شیرهای کم چرب استفاده کنم ولی به مرور متوجه شدم که نه اون حرفایی هم که میگفتن که نه چربی شیر بده و اینا اونها همش مهمله <تصفيق> 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 و الان سعی میکنم هر چیزی که طبیعی یعنی شربی عادیش خوا... همون سه درصد باشه اونا میگیرم حالا شاید تا هم بتونی به من بگی که یه سری جا رو بهتر کنم و اینا البته میدونم یه سری ها که به کیتو علاقه دارن مثل خودت ام. کلن از همه کارپ ها و اینها و این شوگر ها اینا فاصله میگیرن و میگن نتایج خوبی هم میده من یه مقداری انجام دادم کیتو رو ولی به خاطر سختی اجراش نتونستم طولانی ادامه بدم و تو اون فاصله کوتاه هم ندیدم که مثلا تاثیر بزرگی داشته باشه ولی خب قابل اعتماد نیست اون مشاهده بیشتر سختیشه اما اینترمیتنت فاستینگ رو خیلی دوست دارم مثلا چرا به خاطر که اگر یه وعده غذایی رو کامل حذف میکنه و گاهی اوقات میتونی دو تا وعده رو حذف بکنی درسته اگه بخوای طولانی تر فست بکنی و این برای آدمی که وقت نداره مثلا یه ساعت بذاره برای پخت و پز آره، آره. و شستن خیلی جذابه و دوم این که وقتی که تایم سیو میشه میتونه اون یکی دوتا تا وعده که مونده رو خیلی بهتر مثلا آره. بهش توجه بکنی آره بعد مثلا توی رژیم خودم حالا من بیشتر به سمت کارنیوار گوشتخاری هستم تا کتو و به خاطر همین هم خیلی ساده است یعنی من توی کارم بعضی وقتا 20 دقیقه بیشتر زمان استراحت نداریم من فقط یه تیکه استیک رو میارم نمک میزنم این بار. نمک میزنم اون بر می توی هواپز یا فرایر و در دقیقه بعد آماده است یعنی غذای من به همین سادگی و غذا به همین به این همه مغذی بودن به دست میاد این خیلی کار رو ساده میکنه و خیلی هم اتفاقا اجراش رو آسون میکنه چون که دیگه نه تزئینی داره و نه خروفری به اصطلاح داره نه سبزی در کنارشه نه میخواد کربوهیدرات رو محاسبه بکنم یعنی من از اون که تو هم یک سر اون, اون برتر و کربوهیدرات رو صفر میکنم مگر اینکه مواقع مهمون باشم اینا واقعا کاری ندارم خیلی خودم آزاد میذارم و یه چیزی یه هم که برای اکثریت دارم اینه که یه موقع دیدین که از رژیمتون خارج شدین به خاطر حال مهمونی اینها ناامید نشینی که کلا دیگه از حالا چیز خارج شدین از کتو خارج شدین از رژیم خارج شدین این دین نیست به هر حال که ازش خارج بشین شما سعی بکنید که اکثر عمرتون رو غذای سالم بخورین نتیجهش رو خواهید گرفت همینجوری که مثلا خود سینا داره میگه کتو نیست و ماشاءالله مثل تراکتور کار میکنه واقعا این همه مطلب توی مدرسه بیت کوین میذاره این همه مطلب توی بیت بیتکای... کوین میذاره فارسی انگلیسی پشت سر هم هر قسمت فارسی یه قسمت معادلش به انگلیسی هست و با کار دانشگاه رو هم داره و حالا گمان خودم این هست که احتمالا تغییر رژیم غذایی تأثیری داشته توی این قضیه درسته این طوری که بخوام اندازه بگیرم نه ولی در مجموع حس میکنم که غذای خوب که میخوری خیلی سنگین نیستی و فکرت آزادتره و برعکسش وقتی که غذای بیخود مثلا شکر وقتی میخورم سرین این حس میکنم شکر آره. زیاد میخوام سریع حس میکنم که این یه تاثیر بدی گذاشته. یه چیزی درست کار نمیکنه <تص> و اصلا کلا تو خونه ما شکر وجود نداره اصلا شکر پیدا نمیکنی هر چیزی هم بخوایم شیرین بکنه با استیویا مثلا انجام بدیم uh, و آره بعضی موقع اینو اینو حس میکنم uh, راجع به استیک هم آره دقیقا خیلی خیلی چیز کار برده من یه صندوق ذخیره استیکی دارم که آج. هر زمانی که میرم خرید یا قیمت خوبه اینو پر میکنم <تصفح> و به محصه اینکه میگیم حالا مثلا چی بخوریم چیز خاصی نداریم میریم سراغ همون بسیار عالی منم هم باید همینجور شیوه ما... مبنی بر محاس... مبتنی بر محاسبه رو پیش بگیرم واسه ها بسیار عالی من میدونم که کلاس داری و اینها یه سالایی رو میکنم و اگر که وقت نداری دیگه با همون خدافزی بکن در مورد فعالیتی ورزشی بگو در گذشته و در حال و اینها چه کارهایی انجام میدی والا من خیلی خوششانس بودم که پدرم خیلی تاکید داشت رو ورزش و این حرفا و از کودکی من هم ورزش های رزمی تکواندو کار میکردم و شنا مخصوصا شنا رو تا حد خیلی, خیلی نیمه حرفهی میتونم بگم انجام میدادم و توی تیم منطقه و این حرفا بودم و و بعدم که رفتم دوران دانشگاه ادامه دادم یه مقطعی دوباره تکفاندورم شروع کردم توی دوران پی اچ دی و ولی الان فقط وزن برداری انجام میدم دیگه اون چیزای حرفه‌ای تر یه به خاطر که تایمش نیست چون مثلا استخر رفتن و اینا باید بری جایی ولی مثلا من تو خونه خودم یه جیم دارم و همونجا بتونم ورزش خودم کنم به خاطر همین یه مقدار به خاطر فشار زمان اینا برگشتم به کارهای ورزش ساده تر <applause> ولی اون عشق و علاقه رو دارم به رزمی مثل خودت و رو به روحی هم خیلی میخوره آره الان مخصوصا اول ویدیو اگر تصویر بود مشخص بود که مهم خیسه چون که من دقیقا از سینام وقت خواستم که مصاحبه رو یکم دیرتر از اون چیزی که قبلا هماهنگ کرده بودیم برگزار بکنیم که بتونم به دوتا کلاس رزمی که قبل از این بود برسیم و شاید حتی اثر یه مقدار مشتم روی چشمام بوده باشه تکواندو رو تا چه کمربندی رفتی؟ بالا دو سه بار رفتم تا کمربند زرد هم. و دیگه ادامه ندادم متاسفانه آره در مجموع اگر اینا رو پیوسته میرفتم خیلی بیشتر میرفتم بالا ولی هر دفعه به دلیلی که اون متاسفانه این هم یه مشکلیه که تا کار و اینها پیش میاد من اون پروژه ها رو متوقف میکنم ولی آره اینکه توی خونه جیم داری باشگاه داری با وزنه و کتل بل و اینها هست یا با... کتل بل یا کتل بال کتل بل کتل بل هست یا با رزیستنس بند یا کش های مقاومتی وزن فقط وزنه فقط وزنه هست و یه تلویزیون هم گذاشتیم اونجا و با مربی انجام میدم آن ولی ولی من اگه خودم تنها باشم با با ویدیوهای آموزش اقتصادی و اینا آموزش من... آره 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 آره, من همیشه دارم به پادکست گوش میکنم وقتی که ورزش میکنم به خاطر همین توجیح میکنه زمانهای زیاد رو توی باشگاه بودن البته این هم, این هم بگم که مثلا با کسی باشگاه رفتن اخیرا یه پایه خیلی خوب پیدا کردم که اتفاقا ایرانی هم هست ما هم میریم ورزش خیلی اصلا وزنهایی بیشتری میزنیم و اصلا زمانش هم حس نمیشه اینم یه تجربه خیلی جالبی بود که اضاف شده به, به چیز ورزش یا... ببین بیشتر کنترل کردن ذهنم میخواد خیلی مهم. که حوصلت سر نره مثلا از اون کاری که انجام میدی و اگر تبدیلش بکنی به تفریح و یک کار سرگرم کننده اصلا <applause> اصلا اذیت نمیشه و خیلی ها، خیلی ها این, این مشکله دارن که حسرش سر میره از از ورزش رفتن اینا همین یا پیدا کردن یه پارتنر فکر کنم خوبه یا اینکه همون چیزایی که, هم که پادکست و اینایی که بهش گوش بدی آره دیگه کلا غرق بشه درشون که اصلا چهار ساعت تمین کردن هم رو, رام هم توجیح بکنه خب خیلی سریع حالا گفتی کمربند زرد داری من یادم باشه اگر که این روزها گذرمون به هم خورد هنوز نمیشه باید شوخی کرد فعلا جلوتر از من توی ورزش و اینا به مبارزه نطلبمت و در مورد اینکه کیتو و بیت کوین کدومشون زودتر اومد واسه تو کدومش زودتر وارد زندگیت شد این فاستینگ اینترمیتنت فاستینگ و آره کیتو هم همزمان یاد می‌گرفتم این درسته درست, درست. یاد گرفتم آره. که رو بیشتر چیز کردم uh, یه جورایی هم همه رو به هم میخوره یعنی وقتی که تو uh -huh. یاد میگیری که وقتی یاد میگیری که خودت بری تحقیق کنی میبینی خیلی از چیزایی که ما قبول داریم مثلا که میشه تا... اونقدی اونقدی محکم نیست که ما فکر میکردیم و کم کمی در باز میشه به همون میری تو لانه خرگوش دیگه کم کم شروع میکنیم میگه او دیگه چه چیزایی کار نمیکنه تو سیستم و آره آره وقتی که از هر وارد چی اون یکی هم کم کم به دست میاریم آره یه طور این مهارت با اونم انتقال پیدا میکنه خیلی دوست دارم در مورد گورنمنت فاندینگ اف ساینس توی پشتیبانی مالی دولت از علم بیشتر صحبت بکنیم حالا امیدواریم که یه موقع دیگه بتونیم در مورد اون صحبت بکنیم خیلی حرف هم خودم دوست دارم در اون زمینه بزنم باهات فقط چون که وقت نداری آخرین سال واقعا قول میدم چه منابعی رو در زمینه تغذیه دنبال میکنی؟ تغذیه بذار فکر بکنم اه... کتاب و اینهایی که بتونم بگم هم. آه. Uh, the Big Fat Lie یکی از یک کتاب خیلی خوبه The Big Fat چلت. Lie uh, آره این در مورد دروغی که راجع به فت و چربی گفتن و uh, این خیلی چیز خیلی خیلی مطلب خوبی گرچه البته با توجه کنیم که خود اون آدم پزشک نیست که این کتاب نوشته ولی اویدنس های خیلی, خیلی خیلی خوبی داره و غیر از اون من uh, با یوتیوب و دیدن ها و اینا سعی میکنم اطلاعات بگیرم و از اونجا یه سرنخهایی میگیرم نسبت به مقاله هایی که هست ولی متاسفانه هم روی روش های استبلیش شده و همه روش های جدید همین کیتو و اینها اونقدر نمیشه با ساینس هم پیشرفت چون چیز قابل اعتمادی نیستش مثلا راجب اینکه که فاستینگ فستینگ بده یا خوبه هیچ, هیچ کی نمیدونه واقعا یعنی یه سری شواهد اولیه هست که خیلی راجبش گفته شده و خیلی خوبه اما باز به نظر من کافی نیست شاید راه این باشه که هر کسی خودش انجام بده ببینه که به, در... میخوره راضی است یا نیست آره باید به تطابقش به واقعیت برگردیم کلا توی هر چیزی هر چیزی که میخونیم هر چیزی که دنبال میکنیم تطابقش با واقعیت نگاه بکنه اصلا ممکنه تحقیق بیاد بیرون بگی که تعداد انگشتای ما به جای 10 تا 12 تا است ولی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم خودمون 10 تا دا انگشت داریم مهم نیست که اون تحقیق حالا حتی پیر ریویو شده اون هر به دقیق شده چی میگه مهم اینه که تطابقش با واقعیت با زندگی خودمون چی هست خب سینا جان خیلی ممنون که از وقتی که گذاشتی و هم از تو هم از بینندگان پوزش می‌طلبیم به خاطر مشکلات فنی که پیش اومد اه میخوام اه اه به وقت احترام بذارم و اینکه به کلاست بتونی برسی و باز هم تشکر میکنم از اینکه تونستیم این مکالمه خیلی خوب رو داشته باشیم امیدوارم که در آینده هم بتونیم حالا در مورد بعضی از ابعاد همینجوری که گفتم گورنمنت Funding اف ساینس و اینا بیشتر وارد بشیم و بیشتر صحبت بکنیم قربانت مرسی از صحبتمون بحث های و اینا واقعا ما یعنی من خودم حداقل نباید از این صحبت ها آدم ها اینجور برداشت کنن که اینا توصیه است و این حرف ها ولی حال امیدوارم که حداقل این نگاه دیگه ای رو که آدم داره به پزشکی و سلامت و اینها شاید یه کمک بشه برای بقیه چقدر چیزی رو برداشت میکنن همین همین مورد باشه و ارز کنم که آره بس ساینس و اینا هم خیلی خیلی برای من هم جالبه به خاطر اینکه همین باوریم چیزهایی که واقعا رو من تأثیر میذاره اینا همش ریشش برمیگرده به اینکه یک جایی تحقیقاتی انجام ساهر جمعی اشکالات اینها و احتمالاً بایس ها و سوگیری هایی که اینا تو اینا داشته ممکنه باشه خیلی به نظر من خیلی مفیده و باعث میشه که ما بتونیم یه خارج از جمع فکر کنیم و اگر واقعا بتونیم یک جور دیگه نگاه بکنیم و اسیر بند و افکت و یعنی دنبال روی آدم مثل گله نشیم حالا اینایی که گفتیم فقط به پزشکی و این حرفا بود چی سلامت و اینا بود ولی خیلی مسائل دیگه هم هست که تو فضای بیت کوین و کلا فضای کریپتو یا حتی تویتر اینها اینها دارن و روش های تحلیل داده مسخره و خندداری که واقعا هست پیش هایی که آدم ها میدن و هیچ مبنایی نداره هوپیوم یا اه... چی شد؟ من تصویر رو قطع کردم به خاطر سرعت اینترنتی کم بد بود ادامه بده آه هستی آه. من یا مثلا یه چیزی هست به نام هوپیام یعنی ه... تویت های امیدوار کننده بیخود یعنی افیون امید و اینا رو آره اینا رو یه موقعی میتونیم صحبت کنیم که من خیلی خیلی شاکی هم و با حساب داغون میتونیم به اینا صحبت کنیم که من کلا از محمل خیلی بدم میاد میدونی <applause> این وقتی که یکی یه یک چیزی میگه من سوال میپرسم آ کجا آورده اینو <applause> از کجا در آوردی ای؟ این مبنا و لاجیکش چیه وگرنه داده رو که ما همیشه میتونیم یه جوری بچرخونیم که اونطوری که میخواد بشه میخوایم بشه <applause> بنابراین شما اگه حرفی که میزنی باید پشتش یه منطق باشه پشتش تئوری باشه نظریه باشه و اون نظریه از نظر لاجیکال و از نظر به قول تو تطابق با واقعیت <تصفي> نتیجه بده ولی وقتی که تو دو بار سه بار یه حرفی زدی و با واقعیت تطابق نداشت دیگه کی آخه کجا آدم ها باید بیان بگن که آقا این محمله <تضبط> و اینا رو اشتالا میتونی بعدا صحبت کنیم راجع بهش حتما خوش میگذرم یه yeah, حتما حتما با حساب داغون اینا رو بهشون میپردازیم خوش میگذره خیلی دست در نکنه ممنون بابت وقتت پیروز کامیاب باشی عزیز کورونا تا هم همینطور خوش باشید خدا نگهدار امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست رو گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن همچنین اکانت پیپل من و کیو کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.